رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. دوستان عزیز سلام. حتما شما هم آدمایی رو دیدین که موقع گفتگو درباره خودشون از اصطلاحاتی استفاده میکنن، مثل اینکه میگن که من دیپرشن دارم، یا برفرض من OCD دارم، من وسواس دارم، یا من فوبیا دارم. آدمای دیگه هم هستن که موقعی که با یه نفر مشاجرهشون میشه یا از دست کسی عصبانی هستن، کلماتی رو به کار میبرن مثل اینکه میگن که تو پارانویا داری، تو پارانوید هستی، یا چرا حواست نیست، مگه پرش افکار داری، یا اینکه میگن تو یه خودشیفته ای، تو نارسیسیستی و عباراتی مثل این. به عنوان یک روانشناس و رواندرمانگر میخوام به هر کدوم از این دو دسته از عزیزان یه صحبت کوتاهی رو خدمتشون بگم. به گروه اولی که در مورد خودشون عباراتی رو به کار میبرن که همونطور که عرض کردم مثلا مثل اینکه من دیپرشن دارم یا من فوبیا دارم، میخوام عرض کنم که دوست عزیز، تشخیص اختلالات روانی و روحی یک کار تخصصی و فنیه که انجام دادن اون نیازمند مهارت، آموزش و تخصص خاص هست که یک چنین توانایی فقط در نزد یک روانشناس و رواندرمانگر آموخته و ورزیده و متخصص وجود داره. بنابراین باید از اطلاق اصطلاحات روانشناسی بدون حساب و کتاب به خودتون یا به دیگران خودداری بکنید. اینکه شما بدون اینکه تشخیصی صورت گرفته باشه، گفتگویی توسط روانشناس انجام شده باشه، پرسشنامه داده شده باشه و مراحل مختلف انجام شده باشه، بدون همه اینها شما بیاین و به خودتون یک برچسبی بزنین، نه تنها میتونه روی تصوری که از خودتون دارین و روحیه‌ای که دارین رو احساستون تاثیر منفی بذاره، بلکه میتونه دیگرانی رو هم که با شما در ارتباط هستن دچار سوء تعبیر و سوء تفاهم بکنه در مورد شما، در مورد رفتاراتون، در مورد منظورتون و امثال این. و بنابراین بهتره که اجازه بدین که حتی در صورت وجود مشکلات اینطوری و مسائل حالا روحی روانی در سال این کار توسط روانشناس و با طی مراحل مختلف صورت بگیره. اما در خطاب به گروه دومی که چنان که عرض کردم از کلماتی مثلا مثل پارانوید و نمیدونم نارسیسیست و امثال این در خطاب به دیگران استفاده میکنن، میخوام عرض کنم که دوست عزیز، هم زبان و هم وطن گرامی، اصطلاحات و واژگان خاص روانشناسی و علمی وسیله‌ای برای تخلیه خشم و عصبانیت خودمون روی دیگران نیستن، وسیله‌ای برای تحقیر و سرزنش دیگران نیستن. این کار شما ضمن اینکه حتی در صورت وجود یک واقعیت میتونه باعث بشه که یک مسئله شناخته شده و علمی روانشناختی تبدیل به یک استیگما بشه، تبدیل به یک چیز شرم‌آور و خجالت‌آور بشه و یک بار روانی مضاعف منفی به یک آدم اضافه بکنه و مسئله رو برای او قامت‌تر و پیچیده‌تر بکنه، در این حال یک رفتار غیر اخلاقی و حتی غیر انسانیه. چنان که عرض کردم، تشخیص اختلالات روانی با متخصص هست و استفاده از این اصطلاحات هم یک کار تخصصیه و به هیچ وجه نه درست هست و نه اخلاقی که ما برای آزار دیگران از اصطلاحات روانشناختی و امثال این استفاده بکنیم. این کار چنان که عرض کردم حتی در صورت واقعیت باعث میشه که یک مشکل روحی
تبدیل به یک مسئله شرم‌آور، تبدیل به یک مسئله در واقع خجالت آور و مایه تحقیر بشه برای اون شخص و مشکل او رو دوچندان و صدچندان بکنه. بنابراین شما با یک چنین کاری، دانسته یا ندانسته، دارید هم به یک آدم آسیب روحی و عاطفی جدی وارد میکنید و همین که روی روابط خودتون با دیگران، با اطرافیان اثر متاسفانه منفی و مخربی میگذارید. بنابراین خلاصه صحبت در این هستش که تشخیص اختلالات روحی، استفاده از اصطلاحات مرتبط با اون و همینطور مراقبت و درمان و همه کارهایی که مرتبط با این مسئله هستن کار متخصص هست و باید اجازه بدیم در فضای درمانی این کار صورت بگیره و در فضای درمانی هم دربارش گفتگو بشه. متشکرم از اینکه با من همراه بودین. من ساسان حبیبوند هستم، روانشناس و روان درمانگر. اگر که در مورد مطالبی که عرض کردم سوالی دارین یا دوست دارید که در مورد مسائل مشابه بازم برای شما صحبت بکنم، لطفاً برام کامنت بذارین یا اینکه در رسانه‌های من در یوتیوب، در تلگرام و در آپارات و جاهای دیگه با من همراه باشید. متشکرم. خدا نگهدار.